سلام و شبتان بخیر. شما خوش آمدید بیننده برنامه سلام سرزمین من بگونه زنده از نورین هستید. امشب به یک مبحثی که خیلی ها در افغانستان جنجالای زیاد را ما روی این مسئله دیدیم و حتی سرنوشت ما در گرم این مسئله قرار داشت و مردم حتی با امین بس خیلی زجر، مشقت، نامنی، اقتصاد همه این سرنوشت را تحمل کردن، بحث چگونگی انتخابات از در افغانستان و قوانین انتخاباتی در افغانستان و فرمان را که چندی پیش رئیس جمهور توشیه کرد به پارلمان افغانستان و صرف پارلمان رد شد، روی چگونگی برگزاری انتخابات، تعدیل در صلاحیت های انتخاباتی و بحث تعیین کمیشنرا از مواردی است که هنوز هم زده بنای سیاسی داغ خیلی بالا این مسئله جریان داره و اگر حضور نماینده ها را بیشتر روش تمرکز داشته باشیم در پارلمان، غیر قانونی چگونگی چند سلسه که انتصابی به مجلس سنا و پارلمان حضور پیدا می کنند، سلسه ها بیشتر در نسبت به دورهای گذشته بلند رفته، همه این مسائل نشان می دهد که چگونگی ماهیت قانون در افغانستان داره هر روز دفن می شود. بیشتر این مسئله را امشب به تحلیل می گیریم که اگر با بحث قانونی برخورد سیاسی صورت بگیره، سلیقه صورت بگیره و هر فرد به نسبت بر منافعش قانون تغییر بده و زیر پای کردن قانون رفای خود بدانه، سرنوشت مردم چی خواهد شد و داد را از بحث مردمی که ما شعار میزنیم چی خواهد شد؟ آقای رمضان بشردوست از مجلس نمایندگان و استاد دانشگاه اینجا در استودیو ما هستند که روی این مسئله بشر خواهیم پرداخت. بشردوست خیلی خوش آمدید به برنامه ما. تشکر از دعوت شما. بشردوست، یک سوال محوری مطرح میکنیم. بی قانونی و قانون زیر پا کردن خیلی ساده است برای حکومت و هر بار هم که دلش بخواه این کار را میکنن. معنای این کار واقعا نزد حکومت چی است و پیامش برای مردم چی است که اگر حکومت می قانون زیر پا میکنن؟ به نام خدا و به یاد شهدا سلام میکنیم ما به بینندگان شما و بخصوص به یاد افغان ها. به نظر من که اکثریتشان در قصه و غصه گرم کردن خانه خود هستن، در قصه و غصه این است که بچیش خانومش مریض است چگونه پول نسخه دکتر را پیدا کنن، و از طرفی یک اقلیت در افغانستان به نام سیاستمداران، نخبگان فکری، دینی، سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای و امثال هم که به نظر من در یک آسمان هفتم زندگی میکنن با همه امکاناتی که تصورش میشود، امکاناتی که شاید سران آمریکا زندگی را نداشته باشه اینا دار. مشکل اساسی به نظر من این است که در فرهنگ افغانستان، در فرهنگ جامعه ما، یک بزرگ در واقع خودی خود را در احترام به قانون میبینه. ما مثلا شما اگه متوجه باشین بعضی وقتا یک باید صف استاد شوی تا نوبت برسه، یک کلان که میاد اگر بگویید در صف استاد چه، یک توهین میداند، به خاطر اینکه میگوید که ما بزرگ هستیم، ما باید مستثنا باشیم، هر کاری که ما میخواهیم ما باید انجام بدهیم. در افغانستان تمام رهبران بزرگش، کسایی که خود بزرگ میدانن، از هر قوم و مذهب و زبان و تنظیم که هستن، خود را مافوق قانون میدانن و عقیده دارن که حرف ما، حکم ما، دستور ما قانون است. یک مشکل اساسی داریم. مشکل اساسی دومی که ما داریم این است که زمامداران سیاسی در کشوری ما هیچ وقت بر اساس قانون نیامدن. چون بر اساس قانون نیامدن، احترام به قانون معنا ندارن. احترام به قانون در واقع زدن تیشه به ریشه خودشان است. مثل یک نفر یک دروغ که شروع میکند، یک دروغ منشأ تمام دروغ ها می شود، بعد به خاطری که یک دروغ دیگر توجیه کنم مجبور است که یک دروغ دیگر بگوید، چون دروغ اولی را که گفت برای توجیه یک دروغ اولی، چون دروغ بود حقیقت نبود، مجبور است که دیگر دروغ هم بگوید. و از طرف سوم نقطه مشکلی که ما داریم این است که به نظر من رهبران کشور، نخبگان کشور، زمامداران کشور تنها و تنها منافع شخصی خود را میبیند، حتی منافع قومش، زبانش، تنظیمش، حتی منافع پدر مادرش مطرح نیست. چون اگر منافع پدر مادرش با منافعشان در تضاد شود، من معتقد هستم که پدر مادر خود اینها قربانی میکند و از سرای خود دور میکند. این مشکل را که ما در افغانستان داریم به خاطر متاسفانه و به همین دلیل است که کشور ما در آخرین گزارش که سازمان ملل متحد تهیه کرد و یک ماه پیش منتشر شد، در بین کشورهای آسیایی عقب مانده ترین کشور افغانستان است. اما از نظر منابع طبیعی، منابع زمینی و غیره،
ثروتمندترین کشور افغانستان است، اما ما رهبران پاک، صادق، وطن دوست، دلسوز، متخصص، متحد در طول تاریخ نداشتیم و اینها در طول تاریخ با توجه به شرایط، بعض وقت به نام دموکراسی، بعض وقت به نام شاهی مشروطه، بعض وقت به نام دین، به نام خلافت، امارت، جهاد، پرولتاریا و امروز به نام دموکراسی، فقط در قصه جیب و چوکی خود است و یک فاجعه است. حالا اگر بشروز بیایم اینمین حکومت که مبنایش اگر شما مطرح میکنین که فراقانونی است و ساختار دیگه قانون از زیر پای میکنه، حالا بس دوم روی چگونگی کمیسیون انتخاباتی است یک بس، این واقعا حکومت میخواد که باز هم سرنوشت تلخ تکرار شود در افغانستان بینیم این فضایی که جنان. حالا بس اگر یک کمیته میگن که ما گزینش آغاز میکنیم و کمیشنان تازه میره و قانون رسانی میگه که انتخابات آینده را ما از مردم میخواییم که گسترده اشتراک بکنن و انتخابات شفاف خواهد بود، این حرفا واقعا از اون مذاق مسخره و فکاهی هم دیگه تیر شده بر مردم. فرمان هایی که آقای غنی صادر می کند، من به فکر فرمان های ترکی افتادم که حالی از باید نمبر بدهد، نمبر یک، نمبر دو، نمبر سه. فرمان نمبر یکش که صادر کرد در اولی حمل، در 21 حمل بود که من اینجا دارم که یک مقدمه داره که این فرمان صادر شده تا نوشته است اعاده اعتماد مردم حاکمیت قانون. در این فرمان خانم بارگزایی را به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات ویژه تعیین میکنه. قبل از اینکه مردم بیچاره خبر شوه و اعتماد کنه، صدای عین میبرایه و عین و غین در روی هم دیگر میزنن. چگونه شما میتونین که اعاده اعتماد مردم را جلب کنین در حالی که دو نفر که به اصطلاح یک تون یک طرف کش میکنین، یک طرف یک تون یک طرف، شما حداقل نمیتونین که بین خود به توافق برسین؟ بعد فرمان نمبر 2 در 25 سرطان 94 میاد که شاه سلطان آکفی را به عنوان رئیس تعیین میکند و جالب اینجاست که شاه سلطان آکفی در فرمان نمبر 1 با یک خانم فروغی رئیس دانشگاه چی بود، همی کمیسیون ویژه بود، در آنجا هم دو رئیس داشت، وحشتناک است. بعد فرمان نمبر 3 صادر میشود که در آنجا آقای غین در فرمان نمبر 3 خود، اگر اشتباه نکنم بعد از ماه سنبله 16 سنبله، از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که در تعیین تقویم انتخابات شما پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را در نظر بگیرین، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات چی داد میزنه که کمیسیون ویژه خلاف قانون است، مشروعیت نداره. و خود غین و عین با ساختن این کمیسیون، در واقع کمیسیون مستقل انتخابات هم مشروعیت است از دست گرفتن. و بعد اینقدر فراموشکار است که آقای غین در فرمان همین نمبر 3 خود به کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که شما تقویم انتخابات تعیین کنید، اعلان کنید. بعد خودش یک کنفرانس مطبوعاتی میدهد، خودش اعلان میکند که بین تابستان و خزان انتخابات پارلمانی. یعنی بعضی وقتا من در بعضی وقتا کمی درخت من میبینم، گنجشکای خورده که میبینی از یک شاخه به شاخه دیگه میپرند، چیغ و داد و قیل و قال را میدازن که این معلوم نیست چی میخواین کجا میرن. فکر میکنم سیاست افغانستان تقریبا امروز به این است، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه هیچ کدام فکر و اندیشه و تجزیه و تحلیل هیچ وقت عینوقا نمیگوید که این حرفی که من فعلا میزنم با حرف که قبل از زور زدم در تضاد است. و یک رئیس کسی که خود در سطح ریاست جمهوری و سرنوشت 26 میلیون در دست دارن، فکر میکنم که این بسیار وحشتناک است. به خاطر این است که امروز افغانستان هم طور که دولتش دو سر دارد، انتخاباتش هم دو کمیسیون دارد و کمیته گزینش باید 50 کاندید آمده. من اگر به صورت یک مختصر گذشته انتخابات ببینیم، وقتی که انتخابات صورت گرفت در 89 این مشکل مطرح شد. یاد شماست که آقای معنوی و اعضای کمیسیون گفتن که اینا تقلب کردن، اینا فلان کردن. یک کمیته گزینش ساخته شد در آن زمان. در این کمیته گزینش آقای مسلم یار به عنوان رئیس مشوران جرگه، آقای ابراهیمی رئیس اولسی جرگه، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون، رئیس کمیسیون مشوران، رئیس کمیسیون حقوق بشر، یک نفر از جامعه مدنی، اینها 27 نفر را معرفی کردن با آقای کرزی. و آقای کرزی 9 نفر که فعلا هست، نورستانی و امثالهم، اینها را تعیین کرد. و در آن روز زمان میگفتن که این کمیسیون
گل و گلزار میشه، تقلب از بین میرود و همه چیز خوب میشود. اما ما دیدیم که برعکس تقلب متاسفانه وحشتناک شد. امروز معذرت میخوام، امروز هم تقریبا عین و غین عین کار پیش میبرند و در لیستی که اولین کمیسیون ویژه را اینا ساختن که من اینجا دارم پیش خود، در این لیست که من میبینم در این لیست دقیق نفرای عین است، نفرای غین است. کی هستن بشر دوست؟ مثلا سالم محمد ریگستانی، کاونی کاکر، محمد علی امیری که از محقق است، به عنوان مثال سعادتی، اسدالله سعادتی که از خلیلی است، به عنوان مثال فیض الله زکی که از دوستم است. یعنی امین 11 12 نفری که از شاه سلطان عاکفی که هیچ معلوم نیست به هر باد میچه، یک زمان رئیس دفتری سالی محمد زیره بود، عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق و یک شخصیت بسیار کلان حزب در آن زمان. و فکر میکنم در جوانی خود شاه سلطان عاکفی بسیار سنگای پرولتاریا و حزب کارگر به سن ازد عالی به اصطلاح سنگ دموکراسی آمریکا را که امپریالیسم و خونخوار و امثال هم دیروز میگفتن. و در اینجا ما میبینیم که متاسفانه هدف این نیست که یک کمیسیونی از افراد پاک، صادق، وطن دوست، متخصص، متحد ساخته شود که یک پیشنهادی کنه که مطابق شرایط کشور و به نفع کشور باشد، چون نمیخواهند. من برداشت من، تجزیه و تحلیل من این است که ما از یک دهقان اگر بخوایم که گوی شیردی را بکشد، این بخلاف منطق است. چگونه یک دهقان گوی خود را بکشد که شیر میدهد؟ یا به اصطلاح زمین سر قلبه میکند یا کشت میکند. یا ما از یک معتاد بخوایم که همی کشت مواد مخدر از بین ببرد، یا از یک شرابی بخوایم که شراب از بین ببرد. به خاطر که از بین بردن شراب به ضررش است. من به یک دستم که برای رهبران افغانستان از بین بردن تقلب در انتخابات بزرگترین ضربه و ضرر به اینها وارد می شود، به خاطر که اگر بچای پاک، صادق، وطن دوست، فرض کن که 100 تا در اولیسی جرگه باشد، پدر عین و غین یا پدر کرزی نمی توانست یک روز حکومت کند، به خاطر که هر گام و اعمالی که انجام می دهد متاسفانه با منافع ملی در تضاد است. به خاطر است که به نظر من زمامداران کشور، کسانی که در قدرت هستند، چی رسمی چی غیر رسمی، چی کسانی که رهبری جهادی خود میگوید، رهبری چپی میگوید، رهبری امارت اسلامی میگوید و رهبری دموکراسی، اینها از اجیر تا ریاست جمهوری در این دولت سهم دارند. هر کس به اندازه حضور و قدرت و حمایت خارجی و امثال هم، اینها منافعشان به نظر من در این است که آب خیتالود باشد تا از این آب خیتالود بتانن ماهی خود بگیرن و این مشکل اساسی. سپاس تا حال از دیگرم برمیگردیم، بحث مدامه خواهد داشت روی این سرنوشت و صدای مردم چه خواهد شد و پس از این مردم بازم سرنوشت تحلیل حکومت وحدت ملی را تحمل خواهند کرد نکرد و آیا واقعا بازم با امون دیدگاه های مردمی و باورهای مردمی یک بار دیگر به یک بازی کلان سیاسی گرفته می شود. یک وقفه داری برمیگردیم. موسیقی